اجازه بعد هم در خدمتتون هستیم. من فکر می‌کنم که از این طرف یه سوال، شما سوال داشتید خانم معیزه، یه موضوع سوال. من حقیقتاً می‌خوام چند لحظه صحبت کنم. نه حال پس یه دقیقه بعد حتما بهتون نه چون دست رو بلند کردن یا زمین. من فکر می‌کنم به خانم معیزه اجازه بدید بعد من سوال کتبی رو می‌کنم. بفرمایید. یک دقیقه مثل همه دوستان که سوال بپرسن. ببینیم ما اومدیم خب منگه هر روز نوبتم نشده میچرخه از این بر میره به این طرف من نوبت شما میشه حتما در خدمت خواهیم بود. تمام کسانی که تشریف دارن همه به عنوان ایرانی هستیم، کارم در رابطه کار دبستان راهنما دبستان مدیریت همه رو داشتم و اینجا میبینی از فرهنگ ما همه گروه هستیم. الان این آقایانی که اومدن اینجا هنوز انتخاب نشدن، نمیتونیم ازشون سوال بکنیم که اینا چیکار میخوان بکنن، چرا تا امکان داره به مسائلی برخورد کنن که اصلا آگاهی ندارن یا مثلا با مشکلات زیادی روبرو شدن. هدف من اینه که ما چون در اینجا زندگی میکنیم، در هوا اینجا تنفس میکنیم، زمین اینجا رامونه، قانون اینجا چوش همه چی با ما هست، ما دو راه داریم، یکی قانون اینجا رعایت کنیم، یکی قانون فرهنگ خودمون رو فقط حفظ کنیم، چه زبان فارسی چه تدریس همه چی. مشکلات جامعه ایرانی دو چیز میخواد، یکی اینا که کاندید میشن بعد وقت داشته باشن 5 روز در هفته 3 ساعت بعد از ظهر میان بعد از کارشون بتونن حمایت کنن و روزهای شنبه بشن، چون الان سالمندان من رو دیدن گفتن ما کسی به سراغ ما نیم، ما یه کار که ما رو نیم نتونستن تا حالا ببرن. این جز سوال هاست. مرسی از شما. نمیدونم برنامه فکر می‌کنم نظرشون رو عنوان کردی. دوستان میخوان صحبتی بکنن در این رابطه؟ آقای عزیز حالا فکر کنم ایشون در خود نظرشون رو مسئله رو مطرح کردن، متفاوت این هستش که بله یکی از به اصطلاح این جامعه ایرانی کانادایی تشکیل شده از یه جامعه از سالمندان، همونطور که تشکیل شده از یه جامعه دانشجویی، همونطور که تشکیل شده در شامل میشه جامعه متخصص رو، همونطور که شامل میشه جامعه در واقع تجار رو. ما باید بتونیم برنامه داشته باشیم برای همکاری با ارگان‌هایی که زیرفت هستن در این مورد. مثلا ما داریم مجموعه‌هایی رو، مثلا سازمان زنان اونتاریو فعالیت های زیادی رو داشته در مورد در واقع بحث مسائل سالمندان به خصوص سالمندان ایرانی زبان. باید بتونیم همکاری بیشتر ایجاد بکنیم، باید بتونیم با کانون های دانشجویی همکاری بیشتر ایجاد بکنیم به خاطر اینکه مسئله ارزیابی مدارک رو بتونیم پیگیری بکنیم. درسته این صحبت شما همه اینا مجموعه هستش از در واقع فعالیت هایی که میتونیم داشته باشیم. دوستان دیگه آقای شمس رو باید بفهم. من نمیتونم از هیچ فرصتی که میشه صحبت کرد استفاده نکنم. مریم خانم اگر توجه داشته باشین در 3 سال 2012 تا 2014 کنگره در اختیار یه سری بود که خودشون ادیت و رهبر میدونستن. سال گذشته یه تغییراتی که بهش اومد اومد دست کسانی که ما اوایل میگفتیم دموکراتن، بعد متوجه شدیم تکنوکراتن. ولی امسال خوشبختانه مریم ناظمی اینجا هستش که از اونهایی بود که از سال 2013 سعی کرده بود که این مسئله کارگران رو بیاره توی کنگره، ولی توافق باش نشد. انشالله ایشون امسال اونجا میره، شرایط کنگره به نحوه بهتری باشه که ما هم بتونیم باش همکاری بکنیم و توجه کارگران رو به اینجا جلب بکنیم. شما مطمئن باشید که وقتی در کنگره تشکیل بشه از اون قشری که اکثریت رو تشکیل میده خود به خود اون تغییرات که شما تو ذهنتون داری اتفاق میفته. ممنون از شما آقای شمس. دوستان دیگه کسی از صحبتی در این رابطه بخواد بکنه؟ کسی نیست؟ من اگر اجازه بدید آقای سید یک سوال کتبی رو بپرسم که مدت زیادی به دست ما رسه، بعد حتما در خدمت شما خواهیم بود. سوال کتبی هستش که کنگره نماینده اعضای خود است، ولی اگر افراد زیادی آمدند و درخواستی داشتن و تعدادشان هم زیاد بود و عضو کنگره نبودن و از کنگره کمک خواستن، تکلیف کنگره چیست؟ بفرمایید آقای سید، شما بفرمایید سوالی که یادتون مونده دوستان برای بفرمایید. بفرمایید. دوستان علت این که
کنگره پیشرفت نمی‌کنین این از که شما اساسنامه‌تون رو به فارسی ترجمه نمی‌کنید بدید دست مردم. این یکی. من نمی‌دونم بیلان درآمد و هزینه‌تون رو شما به من انتشار دادید یا ندادید. این دوتا. سوم این که مردم خدمات می‌خواد. خدمات اگر کسانی خیلی زیاده، مشکلات خیلی زیاده، از نظر اتوبوس رانی مشکلات دارن مردم، از نظر خدمات بهداشتی مشکلات دارن، از نظر عضویت در سازمان‌های ایرانی اشکال دارن، سازمان‌های اینجا هست به نام ایرانی، بودجه زیادی از دولت می‌گیرن بدون اینکه بیلان پس بدن، بدون اینکه همه افرادی که بایستی بپذیرن نمیپذیرن. بدتر از ایران، بدتر از دوران احمدی نژاد. اینجا سازمانی هست که آقای بهبین که مؤسسش بوده نمیپذیرن که اونجا بره شرکت کنه. آقای فاطمی زاده مؤسسش بوده نمیذارن بره اونجا شرکت کنه. آسایی بوده نمیذارن. کسانی رو میخوان که اونجا بپذیرن که عبد و عبید اونها باشن. یه آژان شده رئیس و ارسی 10 ساله بدون هیچ چیزی دارن پول میگیرن و اداره میکنن. این دردار رو بایستی که کنگره چاره بکنه. ما نمیتونیم از آقای موریدی بریم بپرسیم. شما بایستی جلسات داشته باشید که حوایج مردم رو بگیرید، نیازهاشون رو درک بکنید و اگر لازم بود به ایشون منعکس بکنید یا به دیگران. مرسی از شما، وقتتون خیلی متشکرم از اتون آقای سپسد. من عذرخواهی میکنم، من تنها قصدم این بود که رعایت نوبت افراد رو کرده باشم و از دوستانی که خواهش میکنم اگر سوال دارن و خسته میشن، دوستانی که هستن میتونن بشینن در خدمتشون هستیم. سوالتون پرسید خیلی ممنون آقای سپسد. من چون دو تا نکته خیلی سریع راجع به اونسی به هیئت مدیره برمیگشت، من خدمتتون عرض کنم که اساسنامه کنگره ایرانیان کانادا به زبان فارسی ترجمه شده، موجوده، ولی اون اساسنامه‌ای که رسمی هست و میتونه مورد استناد قانونی قرار بگیره اساسنامه انگلیسی هست، ولی موجود هست روی وبسایت، میتونید مطالعه بفرمایید. قطعاً بیلان کاری به اصطلاح گزارش مالی کنگره در زمان مقرر که همون مجمع عمومی سالانه هست در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت و احتمالاً خیلی قبلی زودتر از اونم قرار خواهد گرفت که دوستان بتونن مطالعه کنن و روز انتخاب رأی بدن. سوالات دیگه که راجع به مشکلات جامعه کردید و مسائل دیگه به نظرم مربوط میشه اگه دوستان بخوان کاندیدا صحبت کنن. پس ما الان دو تا سوال داریم، شاید به هر دو تا سوال بتونیم توی زمان مثلا 1 دقیقه و 30 ثانیه‌ای بپردازیم. یک سوال آقای سیفزاد و سوال قبلی بود که میگفتن یه افراد زیادی میان سراغ کنگره و یک مسئله داشته باشن اگه عضو کنگره نباشن تکلیف چیست؟ من فکر کنم باز با همون ترتیب از اون طرف که شروع می‌کردیم برگردیم و سوال آقای سیفزاده میگفتن که در واقع مشکلاتی که وجود داره در جامعه مشکل خیلی زیادی هست و کنگره باید بره سراغ افراد باشون جلسه بذاره و به مسائلشون گوش بده و یه مقدار از مسائل دیگه گفتن. من دقیقاً مطمئن نیستم رفرنسشون یعنی ارجاعشون به کدوم گروه بود. گفتن افرادی هستن که رفتن مثلا توی سازمان هایی هستن و اونجا موندن و برای منافع شخصی یا به خاطر ارتباطی که دارن. نمیدونم راجع به این سازمان بود یا نه، ولی به هر حال سوالش خیلی عذر میخوام. من فکر میکنم که منظور آقای سیدزاده شرایط بسیار اسفناک سالمندان ایرانی در این کامیونیتی که هیچ کس رسیدگی درستی نمیکنه و چند نفر افراد سوجوبو جاهای از جاهای مختلف میگیرن ولی اعمال نفوذ، اعمال نظر و ایجاد تعدیس میکنم. مرسی از خودتون. مرسی از خودتون. من میخوام از این بحث شروع کنیم اگه. پس من 1 دقیقه و 30 ثانیه باشه یکم دو تا سوال ادغام شده. 1 دقیقه و 30 ثانیه باشه. من هم باز رو خواهم سیفزاده که معتر شدیم. حقیقتاً بله صحبت شما درسته، یه بحث کلی‌تری بوده در رابطه با کنگ
کنگره و البته بعضی پولیتر در رابطه با همه در واقع نهادهایی که هستش. وقتی من صحبت از مردم نهاد کردم، وقتی صحبت از کنگره میکنیم که بر اساس انتخابات هیئت مدیرش تعیین میشن، منظور همین هستش. به خاطر اینکه نهادهایی هستند تحت عنوان خیریه، تحت پوشش‌های مختلف که غیر دموکراتیک هستند، از نظر مالی شفاف نیستند. من فکر میکنم که ارتباط کنگره با این نهادها اگر نباید قطع باشه، باید حتما به صورت موردی انجام بشه. ارتباط که میگم منظور در واقع در لیست افیلیت هست، ولی کنگره میتونه ارتباط قوی‌تری رو با در واقع نهادهایی که پیگیر مسائل از جمله مسائل سالمندان هستند، به خصوص مسائل درمانی و بهداشتی سالمندان هستند، پیگیر در واقع انجام بده. به عنوان کسی که قبلا در هیئت مدیره کانون ایرانی دانشگاه تورنتو با سازمان زنان اونتاریو همکاری کردیم، خدمتتون بگم که کارهای خیلی خوب و مثبتی انجام میدادن. فکر کنم هنوز هم همینطوره. باید با اونها ارتباط قوی تری داشته باشیم. ما باید بتونیم جلسات رو برگزار بکنیم، باید بتونیم اطلاعات رو فراهم بکنیم و ارائه بدیم و با کمک اون سازمان ها در واقع لیزون شما بشیم و افرادی که دغدغه های از جنس شما دارن و بتونیم در دراز مدت به خصوص در واقع جوابگو باشیم. در مورد آقای جدید، من 30 ثانیه به همه 2 دقیقه وقت خواهم داد. 30 ثانیه به شما وقت از اینا رجوع اون سوالی که اگه افراد زیادی اومدن. بله درسته. در جواب اون سوالی که نوشته شده بود خواستم بگم که بعد از اساسنامه، من به عنوان کسی که عضویت زیر کمیته بازبینی رو داشتم و در کمیته سیاست‌گذاری کار کردم، بعد از اساسنامه، بعد از چارچوب اساسنامه رسلوکنگری ایران کانادا، تنها مرجع ما در واقع مجمع عمومی هستش که بتونه تصمیم گیری بکنه راجع به یه مسئله ای. من فکر میکنم که سایر ایرانیان هم میتونن مسائل رو بیارن وسط، میتونن صحبت بکنن، ما میتونیم در هیئت مدیره مشورت بکنیم یا اصلا به طور مستقیم در قالب یه مجموعه ای به نظرسنجی اعضا بذاریم. در هر حال سر وقت ما در مورد این مسئولیتمون در قبال کسانی هستش که حق رأی دارن و بعدا جامعه بزرگتر. امیدوارم که میتونم جواب بدم. آقای شمس اگر از اون صحبت کنیم من بیرم بیرم بیرم. جناب سیفی‌زاده، شما این سوال رو در جلسات قبلی کنگره مطرح کردید و تا به امروز هم جواب نگرفتید. شما مطمئن باشید که حالا جواب نمیگیرید. خونه در حال سوختن است، شما آب میخواید برای چمنتون آب. فعلا باید فکر کنم، من باز تکرار میکنم، اول این کنگره باید به خودش برسه، بعد میتونه دونه به دونه به این مسائل جواب بده. اون کسی که سوال کرده بود خودش در سوالش میگه که کنگره نماینده اعضاش هست، یعنی خودش میگه که قانونا هیئت مدیره حق همچین کاری رو نداره، ولی به یه شرایطی میتونه انجام بده. ما دیدیم در حالت معدن رشیدی با اینکه در ونکوور بود و کنگره شروع به حفاظت کرد و یک نفر از اعضای این کامیونیتی نبود که بهش اعتراض بکنه. به نظر من کنگره میتونه عمل بکنه راجع به هر موضوعی، فقط به یک شرط، کسی مخالفش نباشه. مثلا راجع به این موضوعی که در رابطه با سیاست ایران میشه، یه جناح خیلی مشخص و قابل توجه مخالف این هستش. الان می‌بینید در همین جلسه یک کدوم از اینا نشسته، یعنی اون کسانی که از اون سوال می‌خوان اونطوری مطرح بکنن که مثلا اگر با گشایی سفارت 50% اعضای کامیونیتی موافق باشن، ولی ما باید فکر اون 50% هم که مخالف هستن باشیم و طبق اساسنامه عمل بکنیم. تصرف کوتاه بگم. ببین اگه لیست مسائل مشکلات کانونی ایران رو بخوایم لیست کنیم که حالا باید بشیم راجعش حرف بزنیم، خیلی لیست بزرگیه. مثلا اگه بخوایم با یه اپروچ سیستماتیک بریم سراغش، اینها یک سری مسائل وجود دارن که به گستره خیلی وسیعی از جامعه رو در بر میگیرن. بعضی مسائل هستن که گروه‌های خاص یا حتی افراد خاص رو در بر میگیرن. از نظر شدت عمل هم، شدت سنگینی مسئله هم همین موضوع هست. بعضی مسائل هستن که خیلی سنگین هستن و بعضی مسائل هستن که شدت و وزنش کوچیکه. مثلا مسئله امور کنسولی توی زندگی ماها ممکنه مسئله خیلی بغرنج و فاجعه باری نباشه، ولی این مسئله همگانیه، یه مسئله که بخش زیادی از جامعه رو در بر گرفته. مسئله اینه که دوستانی که توی زندان‌های ایران گیر افتادن، یه مسئله خیلی محدودیه به یه افراد خاص در یه خانواده‌شون، ولی مسئله خیلی سنگین و پرفشاریه. بحثی که دوستان مطرح کردن، بحث پرایوریتایز کردن این هاست. این مسئله ها وقتی پرایوریتایز بشن، اون موقع میتونیم یه ترکیبی قائل بشیم که چه مسائلی
گسترده هستن، چه مسائلی گستره خیلی محدودی دارن، چه مسائلی شدت فشار سنگینی رو دارن اعمال میکنن به بعضی افراد و بخشی از جامعه و بعضی مسائل نه. قطعا کنگره جایگاهی نیست که بتونه همه مسائل رو حل کنه، شاید بتونه با پرایوریتایز کردن اینها نقش موثرتری ایفا کنه. پاسخگویی اون هر درخواستی میتونه باشه، چون تعریف کار کنگره راجع به جامعه ایرانیان کاناداست. ولی اون موضوع هم که شما میفرمایید رعایت باید بشود که ما نماینده کامیونیتی ایرانی نیستیم، ولی در طول این گستره میتونیم به هر کسی کمک کنیم کار کنیم. من هم فکر میکنم از صحبتهایی که جناب سیصدا و خانم مریم گفتن در مورد وقت و میزان زمانی که میگذاریم به نظر من کاملا درست هست، باش موافقم. فکر میکنم کنگره احتیاج داره برای اولین بار بیاد و کمی بیشتر اینوالو بشه از فیسبوک، هممون احتیاج داریم، یعنی یه مقداری بیرون بیاییم و برای اولین بار این تعداد کاندیدایی که هر کدوم تخصص بسیار خوبی روی زمین روی عمل دارن، هر کسی یه حالا من اسم میخوام برای هر کدوم از این دوستان واقعا توی یک جایی یک اسوسییشن سنفی گروهی کار کردن، شروع کردن و به اینجا رسیدیم و فکر امیدوارم اگر وقت و زمانشون رو تعهد بکنن که همه به میزان برابر و به میزانی که لازم هست بگذاریم، امسال نقطه اصلی برای کنگره خواهد بود. و یک نقطه هم که فقط اشاره کردید بگم که فکر کنم علی پیشنهادی در مورد نماینده های ایرانی در پارلمان داره که ما چطوری میتونیم یک ارتباط قوی تر و مداومی با اونها داشته باشیم. باید به سیاست به عنوان تابو، سیاست در کانادا به عنوان تابو نگاه نکنیم و سعی کنیم صدامون رو در این جامعه قوی تر ببریم جلو. و در مورد اعضا هم فکر کنم هر چه تعداد اعضا بیشتر بشه، همونطور که قبلا هم گفتم، ما باید بیشتر باید پاسخگوی تمام جامعه اون اعضا در مورد نظرشون به نظر تمام جامعه نزدیکتر خواهد بود. ولی کنگره احتیاج داره که یک مقدار پاشو از قانون هم به این معنا گسترده تر برداره که به تمام منافع جامعه ایرانی نگاه بکنه و از ترس محکوم شدن حقوقی در واقع دست برداره برای کسان مختلفی که دچار مشکل میشن کمک بکنه. فکر کنم همه این رو میخوام که یک خانه برای همه داشته باشیم و یک نه جایی که حذف بکنیم افراد یا هیچ کسی با این موافق نیست. ممنون. من به ایدان شما بلند میشم چون شما قدرتی بسیاری بزخواهی هم میکنم. میتونم در مورد سال اول شاید کوتاه بگم که من همش یک گریزی زدم به ادبیات که یه مقدار اون خشکی یا جذابیت جلسه ما یه جلال دیگه پیدا کنه. سعدی گفته بنی آدم اعضای دیگرن که در آفرینش سه یک گوهرن، جزوی به در داورت روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از مهنت دیگر را بیغمی نشاید که نامت نهن بادن. خب مسلمان اگه دردی یا گرفتاری هر هر بدن کسی هم بدن ما توی سنوات طبق اساسنامه کانادا باشه، باعث میشه که هر کسی باید یه ریاکشنی یا ریسپانسیبیلی برام داشته باشه. و امیدوار هستم که کسی که انتخاب میشن اون مسیر رو بدن. در مورد صحبتهای شما کاملا حق با شماست. شاید اسم یه بزرگواری شما ذکر کردید، من میگم که منظور من تون صحبت این بود که ما میتونیم از پتانسیلایی که جامعه ایرانی فراهم کرده و این بزرگواران الان در مصدر قدرت هستن با توجه به راهنمایی اونا و فاندهایی که ما میتونیم بگیریم کمک کنیم به جامعه ایرانی و اون اورگانایزیشن‌ها و بتونیم یه سری مشکلات رو همه دست به دست هم بدیم و بریم جلو. اتفاقا فکر میکنم که یک سری مسئولیت ها مستقیما چون مربوط به دولت استانی هست و دکتر مریدی خیلی میتونه تو این قضیه کمک کنه و یکی برای ما الان دو تا صدای واحد هم داریم تو اتاوا و اونها هم تو اون قضیه میتونن به ما کمک کنن و اهدافی که داریم حالا کسایی که انتخاب میشن بیرن جلو رو ادامه بده. وجود این آقایون وظیفه ما رو سنگین تر میکنه. مرسی از شما شیرازی آقای عدیلیس. جناب سید منم خیلی ممنون که شما با اینکه البته سن عدده